ما سر علای ما از اون قسمت زدیم، اون چیزی که مونده بود ما رو رسون به اینجا. این کاری که در اینجا قرار داره رسون، ما رسیدیم دقیقا به اینجا. کاری که اینا حفاری کردن، یه راه داره ما روها پایینه، اما کاری که اینجا اومدید که من دارم میبینم، نه شما رو دیدم نه میشناسم، من تازه اومدم روی آثار علم گرفتم تا به اینجا رسیدم که میبینم یه ده جان مایه گذاشتن و یک طرف هم واقعا با جانشون بازی کردن. اما اون چیزی که من دارم میبینم و شما داریم میبینید، خب ما الان دقیقا رو سقف کاریم. رو سقف کار وقتی که میای این سنگ ها رو میبینی، این سنگ ها رو میبینی چه شکلی تراش خوردن. اول فکر میکنی مسیر در جهت نوک تیز به اون ورداری میره، اما شیاری که از این بغل در بردن به یه تونل اشاره داره، به این سمت هدایت میکنه، به سمت پایینش. خب داره میگه تونل کج حرکت میکنه، در این تو تونل کج حرکت میکنه به داخل. اون کسی که به شما این کروکی رو داده که از اینجا بکنین شاخص رو، شاخص رو این سنگ دو شاخ براتون معرفی کرده، گفته این سنگ دو شاخ علامتی که داره میده داره مستقیم اینجا رو داره میزنه و شما اومدین اینجا و بالا سر این کارو کندید، اینجا رو اومدین کندید. مبنا رو براتون یه سنگ دو شاخ گوشته که از اون بغل دیده که گفته این سنگ دو شاخه، اشارش داره اینجا رو داره میزنه. این نشونه اول بهتون داده در اینجا سنگچینی که از این کناره شده اینجا، اون که خب کار خودتون رو شما از اونجا زدید، نشانش اون سنگ که به اصطلاح دو شاخ فرض کردید اونجا رو گرفتید و زدید. حالا اون کسی که بهتون گفته نگاه کن، در اینجا یه قوسی دادن راهی که در اینجاست، یه قوسی در اینجا راه خورده، در اینجا سنگ هایی که در اینجا بوده بکنیم این سنگ ها باشون ریشه دار به این برن، در اینجا دو راه بوده، بکنیم راه بوده سنگی که در اینجا کاشی شده ده. بکنیم سنگ کلن تراشه، این سنگ کلن تراشه، ربطی به این دیواره نداره، این سنگ خودش تراشه. کروکی که دادن اینجا یک متر، دو متر، سه متر، سه متر، سه رو باید از اینجا سه متر دو قرار رو میخوام بکنم. خب یه بکنی قوس رو ببینیم، باید دقیقا از این دوزلی که در اینجا افتاده، از اینجا یک دو سه، از دو طرفش هم بگیری سه میندازه دقیقا روی این تراشه که در اینجا افتاده، این فلشی که در اینجا دادن در جهت نوک سه تا میشه دو برابر اون میشه خب 18 تا. خب
ما دقیقا باید بیایم همین جهت نوک دقیقا در اینجا. خب سه تا شیش تا نه تا. خب نگاه کن در اینجا نه تا داده، نه قدم. نگاه کن در اینجا قدمات باید بلند باشه. یک، دو، سه، چهار، پنج، شش، هفت، هشت، اینم نه تا. نه تا میرسیم به اینجا، نه تا به اینجا. این دقیقه از این بغلی که تو داری، از این بغل، از اینجا راه تو در اصل از این ور میفته. غروب رو در نظر بگیر، سمت غروب که داری میره پایین، راه از اینجا داده، یا بگیم خروجی رو از اینجا داده. خروجی از اینجاست. حالا اینجا رو بررسی کنیم ببینیم اینجا در چه حالتی. یه خورده تخریب که این ور داشتی در اون نفهم میتونم. خب تمام بغلی ببینید، یعنی هر چی در توان داشتین آثار علائم زدین هم بین بردین. لکای منطقه، تو منطقه علموت عزیز من، چی دیدم حفاری اونجا زدی. برای چی میگه اون سنگ دو شاخت مردوده؟ نگاه کن در اونجا دو سنگ دو شاخو بهت گفتن، گفتن اون سنگ دو شاخه، بعد گفتن در این بالاشم سنگ دو شاخ. نگاه کن شکستگی ها که قبل بوده، این کهنگی شکستگی نشون میده این برای الان شکسته نشده، شاید 50 سال پیش 60 سال پیش شکسته شده، شکستگی تازه نهایتا 50-60 سال پیشه. بعد روی سقف کار تا هیچ آثار و نشانه ای نداری که دقیقا تو رو به پایین هدایت بده. حالا یک سری چیزها رو که زدی خورد کردی هم بین برد اون بکنم، از اون نمیده تشکیس بود اینجا آثار بود یا نه، اما یک سری شاخص های دیگه هستش که اونا رو من دیگه نمیگم، یه عقل دیگه یه ده از افراد دیگه بهش نرسه، کلا عقلش دیگه کلا نرسه، اصلا نشناسم اون آثار رو الان که بخوام خراب کنم. اون شاخص ها رو در این بالا نهده برادر من، حالا هر کسی که هستی اون شاخص ها رو در اینجا نداده، هیچی نده. من رو خیلی دوستشم ببینم که بگم آقا اشتباه کردم، مسیر شما درست رفتید، اما هیچی نداده. خب سکو با برجک های مراقبتی، برجک های مراقبتی، این برجک مراقبتی در این درسته. کمتره دقیقا از همون جایی که آدرس دادم که به این ور اومدم. بعدا نشینی بگی آقا وظیفش بود، نه از من دلم به حال سوخت، دلم به حال سوخت رو که اونطوری بی برو برگرد اون سنگ پایین میشکست طبقهی فرو میخت، بعد اون تو دفن میشدید. پس یه موقعی عیز من نگی آره حالا طرف وظیفش بوده انجام داده، نه عیز من یه موقع نگی با خودی میتونی فکر کنی که دوچار بد سوی تفاهمی شدی، نه دلم به حالتون سوخت که در نه اونجا سنگ ریزش کنه در جا مردید. پس این کار بنده رو حساب وظیفه اصلا نذار، چون من اینجور وظیفه رو در خودم نمیبینم. جایی که ببینم حفارا دارن جون خودشون رو به خطر میندازن لازم بدونم کمک میکنم، بنا خیلی جاهام هستش که اصلا نگاه نمی کنم، اکنونش رد میشم و میرم. یه موقعی آقایون لک توی منطقه فکر نکنید وظیفه همون، نه هیچی وظیفه همون نیست، هیچی وظیفه همون نیست، فقط نمیخوای جواب زحمتی که داریم میکشیم پیش زن و بچه هاتون بیجواب بمونه، چگه جنو دل اینجا مایی گذاشتید، حالا هرکی هم که قبلا آوردید. خب
پس جهتی که در اینجا داره به شما داری میده شما رو دقیقا میندازه به اونجا، دقیقا میندازه به اونجا، یا راه خروج چونکه به سمت غروبه، یا راه خروج یا راه ورود، چونکه تمام سمبوله هایی که اینجا بوده شما اصلا منهدم کردید، اصلا نابود کردید و نابود کردید. از این پایین هم دستگاه اگزاماینر برای اینجا، دستگاه اگزاماینر بیارید. میخوای کارو بزنی از همینجا میخ بکوبون، میخ از همینجا که بزنی این لاینه میده، یا میتونی میخت ببری بالاتر مثلا از این قسمت ها بزنی، از اینجا میخت رو که بزنی 7-8 میخت داره بزنی لاینی بهت میده، اونور بزن لاینی، اونورم بزن لاینی، اما چیزی که تو این مسیر به ما داده این کناره رو به ما داده، یعنی از این کناره به تو راه داره، به تو راه داره. پس این نشون میده که راهی که از این ور افتاده اتاقها رو به بالا میره، اما دقیقا اتاقها در راستای همین صخره صاف رو به بالا نیستن، یعنی به سمت شرق و غرب نیفتادن طول و غروب، به سمت شمال جنوبی هن اتاقا و تونل به سمت شمالی جنوبی هن. اینجا هم دستگاه اگزاماینر رو بزنی، چون نقطه داری که بهتون دادم بزنی راحت راه پیدا میشه، میتونی دستگاه تو هم ببری بالاتر، دقیقا دستگاه تو دیگه میبری بالاتر، از جاهایی بنداز که نزدیک به صخره باشه، از این ورا میتونی بندازی ولی میشه از این جاها بنداز که به زیر صخره حرکت کنه، اون لاین دستگاه، لاین دستگاه به زیر صخره حرکت کنه. پس آقایون لک چون که یک سری جاها دیدم اینجور مواردی رو، نه برای خودم برای افراد دیگه دیدم، در کل دارم بهتون میگم عزیز من، این موقع نشینی با خودت بگی که خوب طرف اومده انجام داده وظیفش بوده، نه عزیز من از این خبر رو نیست، اتفاقا من کارت و مناطق پیدا میکنم میذارم کنار، به کرد و لور و فارس و بلوچ و عرب و به هیچ کسم نمیدم، به هیچ کسم نمیدم، حالا هر کی که میخواد باشه، ترک و فارس و لور و بلوچ و عرب و بس، این مدل اقداماتی که دارم میکنم رو حسابی نذار که بگی وظیفشه، چون اگه اینجور حرفی رو بزنی خودت رو دست انداختی عیزم، من فقط به خاطر زحمتی که اونجا کشیده بودید که خیلی خطرناک بود و احتمال مرگتون هم بسیار بالا بود، نمیخواستم بی جواب بمونه زحمتتون و به خاطر زن و بچه هاتون، یعنی تخریب رو در اینجا شما ببین، این وسعت تخریبی که در اینجا صورت گرفته، وای 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 چه حماقتی، دستشون به هیچی هم بند نشده، به هیچی هم بند نشده دستشون، چه تخریبی، همه آثار الان همه رو من بین بردید نابود کردید، کجا رو گرفتید؟ هیچ جا رو، هیچ جا رو، از این کار رو پشت ببینید چه شکلیه، بعد میخوای بیایی نزدیکش بشید، میخوای کار رو دقیق‌تر ببینی، میبینی منهدم شده، همش توش کتراک تخریب، کتراک تخریب، وای 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 وای
هرچی آسا و علائم نشانه بوده همه رو زنی هم به این بردی چه نشانه زیبایی نشه شده لختی همه رو زنم داغون کردم همه رو زنی نابود کردی وای 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 کاری که داری اونجا هستش که اونا به تخریبش کردی اون ورودی به همین کاره یعنی اون تونلی که از شمال به جنوب کشیده شده دقیقا از اونجا از اون طرف میفته چون که طلوعش این وره غروبش هم این وره شمال جنوبش هم که چپ و راست من افتاده وای وای آقایون لک آقایون لک ها تو غرب علموت علموت غزوی نگاه کن برادر من برای حفارو این جایگاه آقایون لک تو این جایگاه نگاه کن اینجا رو میبینی یه راه در آوردن این راه رو دارم بهت میگم میبینی عزیز من این راه 9 قدمی بالاتر از اینجا دستگاه اگزاماینر رو بزنید دقیقا به همین کناره های اینجا راه رو بهت میده حرکت میکنی میری تو تونلی که شما داری شمالی جنوبیه شمال به اونور جنوب به جهت شرق و غرب نیفتاده شرق و غربیست اونورت که حالا به طرز سمت شمالی جنوبیت میفته این شمالیت نگاه کن راهو که از اینجا یک نشون دادم که ایزم پس حواست باشه برادر گل من حفاری که اومده اینجا از جانت مایه گذاشتی زن و بچت هم چشم انتظارتن زن و بچت چشم انتظارتن که هم دست پر برگردی هم زنده برگردی گیره یه تعدادی خارکسته بهایی هم به اسم میراث فرهنگی و مخبراشون و فضای مجازی هم نیفتی نگاه کن راه تو دقیقا این بوده نگاه میبینی راهو این راهه بعدی که این راه رو میای دقیقا باید بیایی تو خود راه بعدی تو خود راه میای خود راه نگاه کن راه که میای اینجا یه خورده تخریب شده میبینی اینجا یه خورده تخریب شده راه که میای راه یه باریکه بوده میای همیشه دقیقا در اینجا یه سنگ راهنمای جهت رو میبینی همیشه دقیق تر نگاش میکنی عزیز من نگاه کن تراشه دسته و تراشه دسته دو سمت تراشه یه اندازه رو دارن در یک مسیر افتادن تراشه که در این بغل خورده و تراشه که در این بغل خورده مسیری که به تو میده نگاه کن برادر من از اینجا بوده 9 قدم بلند ما برداشتیم 9 قدم بلند یعنی دقیقا در جایی که برای اینه نگاه کن اینو میبینی من این گوشو میذارم یک کدوم نقطه رو بهت نشون داد اینجا باید 9 قدم بلند شما بیای بالا از اینجا دستگاه اگزاماینرتو بزنی 9 قدم بلند دستگاه اگزاماینرتو میزنی تونلی که داری از سمت شمال به جنوبه در جهت شرق و غرب نیست اون کسی که شما رو آورده از سمت سنگ دو شاخ که اونو به شما به عنوان سنگ دو شاخ معرفی کرده دستتون انداخته عزیز من دستتون انداخته بعدم دستتون انداخته بعد از اونجایی که به عنوان سنگ دوشاخ به تو معرفی کرده بود این سنگ هم حتما به عنوان سنگ های صندلی یا چیزی اینجوری چیزی بهتون معرفی کرده میگفته بری روی پایین چون که نگاه کنی من برای اون سنگ دوشاخ که اصلا دوشاخ نیست اما اولم گفتم من شاید اینجا یک سری شاخص ها و آثار علمی دیگه داشته که شما به این بردین که اومد اینجا رو کندین چون یک سری آثار علمی به اینجا هدایت میکرد اما دقیقا در اینجا نبود قدم شمارش بالاتر میافتاد دقیقا اونجا میخورد
که راه شمالی اینجا بود که ما رو هدایت میکرد به داخل راهی که این زیر قرار داره. اینجا با جان خودتون داریم بازی میکنید عزیز من. بس آقایون لک در منطقه علموت، والا سمت علموت غربی، چون که یک سریاتون رو دیدم بزرگوارون که میگی که آره ما یه لیوان چایی هم بدیم باید 10 تا لیوان چای پس بگیریم. بعضیتون اخباراتون به این رسیده چه مدلی هستید عزیزم من. اینجا پس من کاری که کنم فکر نکنم بگیاره وظیفش بودین، نه به خاطر اینکه اینجا اول اینکه با جانتون بازی کردین این میریخت، حتما دفن بودین اون پایین ابین میرفتین حتما، چون من اول 50-50 رو اینجا بودم، بعد هر چقدر آثار علم بررسی که با بالا تو پایین نه اصلا همه چی داری به یه تونل شمالی جنوبی داره اشاره داره میکنه و اصلا روها یک راه که در اون ور میفته یه راه دیگه هم که در این ور میفته، اصلا چیزی به وسط قرار نداره، اصلا چیزی در وسط وجود نداره. شما این همه تخریب کرده، خب این کار من بخوادیم اون زن بچه تون چشم انتظارتونه به زن و بچه تون حداقل دست پر ببیننتون، زنده ببیننتون، چون اگه تو این کار بمیری دیگه بر نمیگردی. یا کن شما اینجا خیلی خطرناک کردی، این دیگه به یه مو بنده آقایون، این دیگه به یه مو بنده، اینجا به یه مو بنده، شما به بستر رسید، این بستره برادر من، اونجا بازم ادامهش بازم سنگه و بستره، بستر طبیعیه، با خدای بستر طبیعی تا این پایین رفت. یالو دوست داری بکن، اما بنده دارم بهت میگم نکن، این به یه مو بنده، خودتونو والا بلا به کشتن میدید، خودتون از پایین تله بندی درست کردید که دیگه بخواین ادامه بدی این ریزش میکنه، بعدم به هیچی، چون که زیر بستر طبیعی رفتین. بله ما داریم یه کاری از اون هستش که طلوع و غروب داره، چون یه کار بزرگو داره اشاره داره میکنه که روی تونل ها تشکیل شده، اما این چیزی که شما در اینجا اومدید کردین آخه اصلا به مسیر رو نمیخوره، یه مسیر دقیقا پشت همین سنگ گرد پون درخته اون طرف میفته، یکی دیگه هم در اون سمت میفته، اصلا ارتباطی به اینجا آخه نداره، خودتون رو به کشتن میدید. دوست داری کار بکنی دیگه خودت میدونی عزیز من، این کار من به خاطر زن و بچه هاتون کردم، موقعیت های اینجا رو وایستم یک ست چرخه من رو بردم، زن و بچه تون تو رو خدا نشین که یه محفلی برگردی بگی آقا طرف وظیفش بود اومد این کار رو کرد، نه این خبر رو نیست. من از این کار رو بزرگتر از دست آدمای خیلی گنده تر کشیدم بیرون که بمونه برای آینده این سرزمین، من کار از دست خاندان دالتون ها کشیدم بیرون که حالا نام عنوانشون دیگه میشناسین دیگه، برادران دالتون همه میشناسن دیگه، تو سطح حکومتی و دولتی همه میشناسن، ما کار رو از دست اونا بیرون کشیدیم، اینا دیگه چیزی نیستش که بمونه برای آینده این سرزن. پس اینایی که دارم بهتون معرفی من بخواد اینم دیگه که واقعا دیگه از سر ناچاری و ندونستن و ناآگاهی داری با جونت داری بازی میکنی، این با جونت بازی کردنه، این بریزه به خدا بندی خدا همونجا میشه قبر خانه آخرتون، یعنی اصلا کسی باید فراموش کرد، یعنی اونجا دفن میشه دیگه، اصلا باید فراموش کرد دیگه، چی میاد رو سرت، اصلا باید فراموشتون کرد، چون از اون پایین بریزه دیگه تمومه، اینا همچنین تیکه تیکه کنده میشن و پایین میزن، با جون خودتون بازی نکنید، کار همچنین کندی کار بکر و طبیعی کندی تا رسیم اونجا. بهتون گفتم چه دستگاهی رو بردارید بزنید، موقعیتم بهتون دادم تو این منطقه جای دیگه هم نچرخید، همین کاری که بهتون موقعیت شده از همونجا ورود بزنی، تله‌بندیش کمتره، قابل خونسا شدن تله‌بندیش، تله‌بندی توش هم قابل خونسا شدنه، اما این نه، این یه چیزی که خودتون من در آوردی زدین در آوردید و خودتون رو به کشتن میخواید بدید، خودتون رو میخواید به کشتن بدید. اون پایین سنگ بوده همشو کندن ها، من فکر نکنی اونجا بله رسیدن به سنگ در پوشن، این سنگ طبیعیه ادامه همینه، این سنگ لاشه لاشه هست، تیکه تیکه هست، تو به پایین اینم از اون پشت باز ادامه داره،
از اون پشت ادامه داره. همچی سنگ طبیعیه. سنگ طبیعیه. من اول یه لحظه خودم دو به شک شدم. همه آثار علائم رو بین بردید. دو به شک شدم. یه خدا نکنه. من دارم اشتباه دارم میکنم. بعد شاخص ها رو که دقیقتر بررسی کردیم نخه. اصلا ارتباطی به اینجا نداره. اون کارم که خب اصلا سنگ دوشاخ میباز سنگ دوشاخ اصلا یک چیدمان دیگه ای داره. از اونجا یک راه شمالی داده. این بر راه شمالیشه. اون طرف دیگه راه جنوبیشه. ورود خروج. اون بر به سمت خروج میفته. وای 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 وای. یعنی در اینجا حجم تخریب رو ببین. با راه شمالی بوده، شاخص های کار بوده، چیدمان خاص خوش داشته، چرا این همه تخریب چشم بسته آخه؟ حالا مگه میتونی این حجم سنگی که الان ریختی رو برداری؟ حجم سنگی که رو ورودی این پایین ریختی؟ آخه فقط تنها راه شمالی که خود مثلا خود به خود بسته میشه. این درخت پیرم که در اینجا قرار داره، درخت پیر چند هزار ساله که در اینجا قرار داره، اما راه رو تو خود بستی. تو کلن راه رو زدی منهدم کردی، زدی کلن راه رو بین بردی. یعنی راهی که راه شمالی که ورود میداد خیلی راحت به راحتی آب خوردن راه میداد، کاری باهاش اینجا کردی، تو کلن بین بردیش. وای 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 زن کلا مرخص کردن. انفجار، کتراک، همه چیز دادن داغونش کردن. راه تو در اینجا تو عقب نشینی می افتاد. بعد راه تونل بود که به داخل حرکت می کردی. جایی که این درخت خورده، این درخت پیر چند هزار ساله در اینجا خورده، خب از اینجا راه می داد بهت. راه یه خود پایین تر میفته، باید خاک برداری میکردی. وای 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 عجب انهدامی. نگاه کن اصلا دیگه مسیری که راهی که اینجا هم میداد که باید باز میکردی میرفتی تو خودت انقدر پر کردی که اصلا دیگه غیر ممکنه اینجا بشه کار کرد. غیر ممکنه. وای 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 چه کاریه؟ چه کاری آخه انجام بدید؟ نگاه کن تو رو خدا، همه مسیر رو زدم منهدم کردم، همه مسیر رو. چی نزاشتم زه آسا رو علایم راه از این یعنی دیگه یه جوری نشه واردش شد، چون راه باید پایین خاک برداری بشه که شما به زیر سنگ برسید، به سنگ درپوش که تو سینه صخره خورده، که بعد به سمت پایین حداقل به اندازه 4 متر 5 متر به پایین برید، که البته 6 متر هم میرسه به پایین حرکت کنید، که بعد راه بهتون میده، اتاقا و تونلا رو بهتون میده. اول تونلا بعد اتاقا رو بهتون میده. یا باید 2 تا اتاق باشه یا باید نزدیک به 4 تا اتاق باشه با تونلی که از وسط اینا رد شده. هر اتاق با اتاق دیگه شما میخواد برسید، این مدل سبکارو محرومون داره. یعنی یه تونل نیستش که باز بشه از این اتاق رد به اون اتاق بری. یه سنگ پوش شد. سنگ در پوش در اینجا برمیداری میری توی تونل، سنگ در پوش برمیداری وارد اتاق میشی، خالی کردی تونل بعدی همین مدل، تونل بعدی همین مدل، تونل بعدی با اتاقش همین مدله تا بخوای خارج بشی. حالا یا 2 تا اتاق داری یا 4 تا، یا تقسیم شده توی 2 تا تونل میشه یا 4 تا تونل میشه.
ولی این ور که کلا خودتو مسدود کردی، شما نگاه اینو دیگه چجوری میشه اینو تکون داد، اینو دیگه چجوری میشه تکون داد، یه خودتون راه این ور بستین. این ور که خب دیگه کلا فراموش، راه شمالی رو کلا از بین بردی، پس باید بری سمت راه جنوبی که از واکروکی شدم. اون ور باز بهتره وضعیتش، خیلی بهتر از اینجاست، خیلی بهتره که دست زیادی هم نخوردی. اینجا اصلا کلا خودتون کارو بیشتر مهرمون کردین و پوشوندی. میراث فرهنگی فکری دست به این منطقه میرسه؟ نه نمیرسه، خیلی راحت. این بلاغ هم تقدیم به سازمان بهایی ازلی میراث فرهنگی، هم بهایی ازلی هم یهودی زرتشتی. این بلاغ مال شما، این فکر کردی بچه شیعه و سنی رو میتونی گشنه نگه داری، بعد خودتون از طریق مخبراتون توی فضای مجازی که نام استاد و کارشناس و فروشنده دستگاه فلزی ها بروشون گوشه، طریق آدماتون بتونید گنجنه این سرزمین شخ بزنید، خودتون بخورید و ببرید. اما پای شیعه و سنی میرسه زندان، حبس، بدترین نوع اذیت و آزار، کرخوندی، خارکستای بی پدر مادر. جدید بود نبود، عجیب بود نبود، پر حرف بود نبود، حس شدید بود نبود. این بار که بسید دور بزنی در رای جنوبش بریم. آقا یه ملک زور و بازوی پرتوانی هم دارید، با خدا رو بکن که زوری دارید، زور رستم دارید، زور رستم دارید، با خدا بدرود.